های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. ادامه تلاش های دیپلماتیک برای حل تنش های مرزی اخیر میان افغانستان و پاکستان. انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در جنگ های 10 روزه قیصار و قورماچه ولایت فاریاب و افزایش 100% خشونت با خبرنگاران در سال 2013 میلادی. بنام خداوند تمام مهربان، با عرض سلام. امروز یک شنبه 15 ماه ثور سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه مه سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ساخت تأسیسات نظامی سوی پاکستان در بخش‌های مرزی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار را خلاف قوانین جهانی می‌داند و هشدار می‌دهد اگر پاکستان دروازه و تأسیسات نظامی‌اش را از خاک افغانستان دور نکند، بر روابط دو کشور تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند برای رفع این معضل تلاش‌های دیپلماتیک را ادامه خواهند داد. عبدالعزیز کریمی گزارش می‌دهد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بارها از پاکستان خواسته است که تأسیسات نظامیش را که در خاک افغانستان ساخته تخریب کند، اما تاکنون پاکستان به این خواست افغانستان توجه معطوف نکرده است. حالا وزارت خارجه هشدار میدهد اگر پاکستان این خواست را جدی نگیرد، تأثیر منفیش بر روابط دو کشور سایه خواهد انداخت. پاکستان دولت مدار روخانه کرده چه در دیوران در کرخ پا امتداد که مقدهیت راست تأسیساتو د جوړولو سره موافقه نه لرو، ځکه چې دا د نړیوالو نورمونو خلاف ده، د افغانستان دولت لپاره د منلو وړ نه ده، او دغه هڅې به د بهرنیو چارو وزارت جاری ساتي. در همین حال وزارت امور خارجه افغانستان از توزیع شناسنامه ها برای باشنده های ولسوالی گوشته ننگرهار از سوی حکومت پاکستان ابراز نگرانی میکند. گزارش ها ما هم شنیدیم، ما این نگرانی جدی ما هست، اما یه اطمینان هم داریم که افغان ها هرگز همچون تلاش های کشورهای دیگر قبول نمی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان خط دیبرن را یک اقدام تحمیل شده استعماری می داند و می گوید تا زمانی که معضل دهشت افغانی در منطقه حل نشود، معضل خط دیبرن همچنان حل نشده باقی خواهند ماند. مشکل خط دیبرن زمانی حل می شود که مشکل تروریسم و افراطیت در منطقه حل شود و متاسفانه ریشه های این دو مشکل در خاک پاکستان وجود داره. روز پیش نیز رئیس جمهور کرزی از تلاش های پاکستان برای به رسمیت شناختن خط دیورن سخن زد و گفت که بارها در نشست های مختلف پاکستان خواسته است که سر گفتگوها با افغانستان را در این مورد باز کند، اما افغانستان همچنان گفتگو در این موارد را محترمانه رد کرده است. مردم آماده اند که برای حفاظت از مرزهای افغانستان هر نوع تهدید پاکستان را پاسخ دهند. شمار از سناتوران افغان با ابراز این مطلب میگویند آنها نیز آماده اند نیروهای مرزی را یاری رسانند. همزمان با این وزیر امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده اند تا برای حفظ مرزهای کشور قربانی دهند. نصرت پارسا گزارش میدهد. مداخله پاکستان بر خاک افغانستان خشم شدید شمار از سناتوران افغان را برانگیخته است. در نشست عمومی روز یکشنبه این مجلس بسیاری از سناتوران از شجاعت نیروهای سرحدی ستایش کرده میخواهند باید این نیروها بیشتر مجهز شوند. برخی این سناتوران از آمادگی مردم برای پاسخ به تهدیدهای بیرونی سخن میزنند. پخپل موتران و پخپل مصرف در گوشته جنگ تا مرزو ز پخپل و سرزم حالتا تقریبا نادرو ترور پندور پرو تلیفون دی پکتیان رو کل چه در گوشته چه دیمون سرس ایوکر سرادی پوری روی من گذیر و آماده چه هر سورای پخپل مصرف و کمالا خان شو پخپل مصرف پخپل سالا زو حفظ اکی وردو مگی در غیر دیخپل خوانی و دیخپل سرادی سیبیل دیبا کرو و ما فایش دا شده چه دا سرادی سیبا کلک او سطر شی او بیا دا سری شی از سوی دیگر یک عضو این مجلس پاکستان را چنین هشدار می‌دهد. موږ دا نه غواړو چې پاکستان په موږ کې شخړې جوړې کړي، په موږ کې
رقم رقم کارونه جوړ کی دا تجاوزونه پر افغانستان کی دا فکر دینه کوي خدا او راستي چې د لرګو په زور د سوټیو په زور موږ واغلو اوس خدا دغه موږ نه ورکو چې والا موږ داسې مایوس نه یو موږ داسې کمبغه نه یو شکر دوغلې لرو چې موږ د پاکستان سره وجنګیږو. در همین حال این سناتوران بر حل مشکل خط دیورن تاکید کرده و این معضل را یکی از عوامل اختلاف میان دو کشور می‌دانند. مجاری دیپلماتیک ما شما در این قضیه جدن طرف پاکستان در همکاری با ناتو و ایساف و ایالات متحده امریکا متقاعد بسازند که تا از این گونه اقدامات خودسرانه جلوگیری و من دارم که هر دو طرف متضرر بشه. در همین حال وزیر امور داخله در جریان سفرش به ولایت ننگرهار بیان داشت که نیروهای افغان آمادند تا برای دفاع از مرزهایش قربانی دهد. من باید زان قربان کو چه آزادی ولرو زان قربان مونکو آزادی پیدا کولای نسو آزادی مفتنه اخستل کیه آزادی به وینه توی ول غواری من به توی وینه توی و من خپل وینه توی و ترغو باندې سید مګ دیو خک لک مضبوط باثباته یو موټی افغانستان خاوندان سیګو. این در حالی است که یک روز پیشتر وزیر امور داخله هشدار داد اگر پاکستان برای حل مشکل مرزی به مذاکره آماده نشود نیروهای امنیتی برای حل این معضل اقدام خواهند کرد. وزیر دفاع ملی پس از بررسی جنگ‌های 10 روز گذشته در فاریاب یکی از مسئولان اردو را از وظیفه برکنار کرد. شمار از بزرگان محل به این باورند که در جنگ قیصار و خرماج نیروهای افغان به ویژه اردوی ملی به موقع اقدام نکردند و این سهل انگاری سبب شد برخی روستاها به دست طالبان سقوط کند. اما جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی این گفته ها را رد می‌کند و میگوید اردوی ملی برای جلوگیری از تحرکات مسلحانه طالبان در عمق جبهه قرار داشت و شدیدترین حمله طالبان را دفع کرد. شرح بیشتر در گزارش از حسن سوداش. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی و جنرال عبدالرحمن رحمانی معین وزارت امور داخله در فاریاب با مسئولان محلی و بزرگان مردم دیدار می کند. جنگ های اخیر میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در قیصار و غرماج پای این دو مقام امنیتی را به اینجا کشید. شماری از مسئولان محلی از عملکرد نیروهای افغان در این نبردها انتقاد می کنند. خود جناب وزیر صاحب یک قطار نظارت کردند و اونجا 70 واسطه یک کندک خراب است و هم در خط اول در غرماج ممکن قلوردو یک تعداد وسایط جور تیار داشته باشد. چرا اونا را در خط اول روان نمی کنند؟ همه رقم مشکلات در پلیس ملی ما، مشکلات در پلیس محلی ما وجود دارد. یک رئیس شورای ولایتی گفتن یا والی صاحب به خاطر ای است که مردم حال توقعش از اردوی ملی بیشتر از این هست. ما نباید دو هفته در سر تپه ها باشیم و دشمن به تعداد 60 نفر یا 70 نفر در یک قریه باشه ما وارد شده نتانیم در یک قریه. توقع ملت این است و بسیار داشته باشه یک پیکا داره یک راکت داره دیگه چیز نداره. اردوی ملی ما مجهز است الحمدلله، توف داره، تانک داره، تانگای ضد زیری هست، هاوان داره، همه چیز داره، اون مردم هم در پهلوش است. با این حال وزیر دفاع ملی عملکرد نیروهای اردوی ملی در جنگ قیصار و غرماج را بیش از انتظار میداند و میگوید نیروهای اردوی ملی در این نبردها پلیس ملی را نیرومندانه حمایت کرد. 30 کیلومتر جنرال شما در عمق مدافع دشمن رفت می جنگه، این کار فداکاری را میکنه در تاریخ. 30 کیلومتر از پایگاه خود از قیصار در عمق مدافع دشمن رفته، دشمن از ضربه میزنه، هم قماندان امنی شما و هم قماندان اردو شما و هم از پلیس شما. از این که فداکاری بیشتر دیگه شما چه میکنید؟ ما علال فور قماندانی که اوجه ضعف نشان داده بود آوردم در تئوری خودور آوردم، قماندان جدید بردم در اوجه معرفی کردم که ضعف نشان داده بود، میرم از این پرسان میکنم. وزیر دفاع ملی هدف اصلی سفرش به فاریاب را بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در نبردهای قیصار و غرماج خوانده و برقراری امنیت کامل در این ولایت را خبر داد. سفر وزیر دفاع ملی به فاریاب در حال صورت میگیرد که درگیری ها در قیصار و غرماج متوقف شده است، اما باشنده ها در قیصار میگویند هنوز خوجه کنتی که منطقه مهم قیصار به شمار می رود در کنترل طالبان قرار دارد و به علت کشتزارهای ماین در این محل هنوز نیروهای امنیتی قادر به بازگیری این محل نشدند. محمد حسن سرداش، تلویزیون آریانا، شهر میمنه، ولایت فاریاب.
ادامه خبرها از کشور. شمار از نماینده های مردم ننگرهار در شورای ملی، اعضای شورای ولایتی ننگرهار، شمار از فرماندهان جهادی و بزرگان قومی در این ولایت به حکومت مرکزی هشدار می دهند هرگاه در آینده نزدیک جلوی فساد اداری، خصب زمین و دیگر خودکامگی ها را در این ولایت نگیرد و تغییرات سالم در این اداره ایجاد نکند، تظاهرات بزرگی را راه اندازی خواهند کرد. آنان همچنان مقام ولایت را با فساد اداری، خصب زمین و سهل انگاری در وظیفه متهم می کنند. با این حال سخنگوی والی ننگرهار می گوید که مقام ولایت در پیوند به اتهام های مطرح شده دیدگاه ندارد. چند بار تظاهرات مردم در برابر رهبری مقام ولایت ننگرهار آن هم از سوی شماره از اعضای مجلس راه‌اندازی شد. معترضان خواستهای مشخص از حکومت مرکزی داشتند، از جمله تغییرات بنیادی در رهبری مقام ولایت. دیده شد که کار به جایی نرسید. حالا شماره از اعضای شورای ملی از ننگرهار، اعضای شورای ولایتی، برخی رهبران جهادی و بزرگان قوم در نشست فیصله های نهاییشان را در پیوند به رهبری مقام ولایت ننگرهار اعلام می کنند. آنان هشدار می دهند در صورتی که در رهبری ولایت ننگرهار تغییرات سالم ایجاد نشود، فساد برچیده نشود، غصب زمین ها متوقف نگردد و نیز از خودکامگی ها جلوگیری نشود، تظاهرات گسترده ای را راه اندازی خواهند کرد. آن هم به زودی. دولت څخه هیله من یو چې د ولایتي ادارې د موجودیت او د دندو په حق سالم تصمیم ونیسي او د ننګرهار د خلکو تشویشونه رفع او د ننګرهار پرګنو ته د کفایت، قانونیت، شفافیت او د عدالت جرتر جرا اطمینان ورکړي. د دې ټولو مشکلاتو د حل کولو لپاره به یو ځل د رئیس جمهور سره د ملي شورا او د ولایتي شورا استازي او قومي مشران کینی او د هغې نتیجې به بیا موږ او تاسو ګورو. انشاءالله د دغې مشکلاتو د حل لپاره به لار پیدا کوو. که رئیس صاحب جمهور ځواب مثبت نه و، منفي و، د قانون اساسي څلور دیرشمه ماده او شپږ دیرشمه ماده وګوري، هغوی موږ ته قانونا حق راکړی، پخوا انفرادي و، بیا به اجتماعي په یو ځای. معاون اول مجلس نمایندگان میگوید که حکومت مرکزی در پیوند به فساد گسترده و سهلنگاری وظیفوي اداره ننګرهار به اعتنایی میکند. دا یو سو قطبي جنجال دی، ولایتي اداره او موږ په دې باید اعتراف وکړو چې موږ د یو سالمې او د یو رشیدې ادارې خوا ته تللي نه یو، او په دې کې د مرکزي حکومت عدم کفایت سخت رول لري، سخت مهم رول لري. خدا بجات مملکت خوشی کړی دی او دوی ناست. با این حال شمار از باشنده های ننگرهار می گویند آنانی که حتی کارکرد های مقام ولایت را مورد انتقاد قرار می دهند، خود در اکثر موارد مردم را قربانی منافع شخصیشان می کنند. خواستیم دیدگاه مقام ولایت ننگرهار را در پیوند به همه این ادعاها داشته باشیم. اما احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفت که مقام ولایت در این مورد نمی خواهد ابراز نظر کند.